B-52 استراتو فورترس، هیولای بمب‌افکن آمریکایی که تو عمر دراز خودش مأموریت‌های مهمی را انجام داده. هواپیمایی که با گذشت بیش از 70 سال هنوزم تو آسمون جولان میده و قدرت خودش رو به رخ دشمناش میکشه. تو این ویدیو تکنولوژی و مهندسی بمب‌افکن معروف B-52 رو بررسی میکنیم. بالهای بلند اون، مهماتش، حرکت خرچنگی، موتورهای فوق‌العاده اون و سایر تکنولوژی‌هاش. پس تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. بعد از جنگ جهانی دوم و تو دوران جنگ سرد، آمریکا نیاز به بمب‌افکن دوربرد داشت تا بتونه بمب‌های هسته‌ای رو تا عمق خاک شوروی حمل کنه. شرکت بوئینگ طرح B-52 رو اجرا کرد. این هواپیما اولین پروازش رو سال 1952 انجام داد. B-52 در طول این سالها به روزرسانی‌های زیادی داشته. نمونه‌ای که الان در حال خدمته B-52F. البته آپدیت جدید و قدرتمند اون برای سالهای آینده رو هم تو این ویدیو بررسی می‌کنیم. B-52 که یکی از بزرگترین هواپیماهای نظامیه، 48 متر و نیم طول داره و 12 متر و 40 سانت هم ارتفاع داره. عرض بالهای اون 56 متر و 40 سانته، یعنی هر بال اون تقریباً 28 متره. این بالای بزرگ یه نیروی بالابری بزرگ رو ایجاد میکنن که به هواپیما کمک میکنه که با محموله های خیلی سنگین از باندهای نسبتاً کوتاه‌تری بلند بشه. بزرگ بودن بالها باعث میشه که اگه موتورای اون از کار بیافتن، هواپیما بتونه مسافت زیادی رو روی هوا سر بخوره که بهش قابلیت گلایت میگن. B-52 میتونه 14200 کیلومتر پرواز کنه که یکی از دلایل این برد فوق‌العاده مخازن سوختیه که تو همین بالهای بزرگ قرار دارن. ظرفیت سوخت این هواپیما 181610 لیتره که حجم زیادی از این سوخت تو بالها ذخیره میشن. به خاطر بلند بودن بالها زیر هر کدوم از اونها یه چرخ جداگونه قرار دادن تا به زمین برخورد نکنن. داخل بالها قطعات متحرکی وجود داره که بهشون اسپویلر و فلپ میگن. موقع بلند شدن فلپ ها باز میشن تا مساحت و در نتیجه نیروی بالابری بال رو زیاد کنن و هواپیما راحت تر بلند بشه. اسپویلر هم روی بال قرار دارن که با باز شدنشون باعث افزایش مقاومت هوا موقع فرود میشن و البته برای چرخش و مانور هواپیما هم ازشون استفاده میشه. B-52 5 تا خدمه داره که همه اونا از یه دریچه کوچیک زیر هواپیما وارد میشن. این 5 نفر شامل خلبان و کمک خلبان میشه که تو کابین جلو میشینن. اگه دقت کرده باشین، رو سر کابین B-52 برخلاف بقیه هواپیماها دوتا دریچه شیشه‌ای وجود داره. چون B-52 قابلیت سوختگیری هوایی هم داره، این دریچه های شیشه‌ای رو گذاشتن تا خلبان بتونه موقع سوختگیری هوایی دید کامل داشته باشه. موقع ایجکت صندلی ها این دوتا صفحه شیشه‌ای منفجر میشن و بعدش صندلی ها به بیرون پرتاب میشن. خدمه سوم افسر جنگ الکترونیکه که توی کابین جدا میشینه. این افسر سیستم‌های دفاعی هواپیما از جمله سیستم‌های جمینگ یا اختلال تو رادارهای دشمن و جنگ الکترونیک رو در اختیار داره که در مورد اونا و نحوه کارشون تو ویدیو F14 و تکنولوژی زیردریایی ها توضیح دادیم که لینکشون هم توی دیسکریپشن میذاریم. همچنین کنترل سیستم فلر یا پخش شراره هم در اختیار اونه. علاوه بر اینا یک کابین سوم هم زیر هواپیما وجود داره که تو اون ناور رادار میشینه که با سیستم‌های راداری بمب‌افکن کار میکنه و مسئول شناسایی اهداف و پرتاب بمب‌هاست. کنار اون نفر ناور میشینه که از روش‌های ناوری سنتی و مدرن برای هدایت بمب‌افکن در طول مسیرهای طولانی استفاده میکنه. یه چیز جالب در مورد این کابین اینه که صندلی‌های اونا برخلاف دوتا کابین بالایی موقع ایجکت به سمت پایین پرتاب میشن. B-52 از رادارای APQ-166 استفاده میکنه. ولی همونطور که گفتیم چون این بمب‌افکن قدیمیه، تا
تو بخش‌های مختلف آپدیت‌های زیادی داشته. یکی از این بروزرسانی‌ها برنامه مدرن‌سازی رادار است که بهش RMP میگن. تو این برنامه قرار رادارهای قوی APG-82V1 جایگزین بقیه رادارها بشه. این رادار جدید توانایی رهگیری چند هدف به طور همزمان را داره و تصاویر با وضوح بالا را ارائه میده و تو تمام شرایط آب و هوایی هم قابلیت استفاده داره. این همون راداریه که تو جنگنده F-15 هم استفاده میشه. B-52 مجهز به سیستم ALR-20 که سیگنال رادار دشمن رو از فاصله زیاد دریافت و شناسایی میکنه و به خدمه کمک میکنه که به طور ایمن از سیستم‌های دفاعی دشمن عبور کنن و شناسایی نشن. وزن این غول جنگی 83 تن و 250 کیلوگرمه و تو حالت کاملا مسلح وزنش 220 تن میشه. برای تحمل این وزن زیاد بمب افکن 4 جفت عرابه فرود قوی داره. برخلاف بقیه هواپیماها این عرابه های فرود بزرگ به صورت پیچشی جمع میشن تا جا برای همه اونا داخل بدنه باشه. به دلیل بالها و بدنه بزرگ B-52 موقع فرود بادهای مختلف میتونن خیلی روش تأثیر بذارن که این بادها منجر به کج شدن هواپیما نسبت به باند فرود میشن. B-52 یه خاصیت منحصر به فرد داره که بهش کراب واک یا حرکت خرچنگی میگن. به این شکل که عرابه های فرود اون میتونن تا 20 درجه جدای از بدنه بچرخن. تو زمانی که باد شدید میاد بقیه هواپیماها باید دماغه و بدنه هواپیما رو تو مسیر باند فرود نگه دارن. ولی B-52 میتونه در جهت باد بچرخه در صورتی که عرابه های فرود اون در جهت باند فرود هستن و یه فرود ایمن رو تو شرایط آب و هوایی سخت داشته باشه. عرابه های فرود B-52 ترمزهای خیلی قوی هم دارن. اما با این وجود این هیولا به راحتی متوقف نمیشه. به همین دلیل موقع فرود از چتر ترک یا چتر ترمز استفاده میکنه. دوستان اگه به تکنولوژی و مهندسی های جالب علاقه مندید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. قدرت B-52 از 8 موتور توربوفن پرتن ویتنی مدل TF33 تامین میشه. این موتورها باعث میشن که این بمب افکن 220 تنی با سرعت 1050 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه. شاید ویدیوهایی رو دیده باشید که موقع استارت موتورها دود سیاهی از پشت اونا خارج میشه. این دود سیاه به دلیل استفاده از کارتریج برای استارت موتور است. کارتریج ها بسته های کوچیک انفجاری کنترل شده هستند که تو مکانیزم استارتر موتورا قرار میگیرن. موقعی که اونا منفجر میشن یک گاز پرفشار رو تولید میکنن که توربین رو میچرخونه و باعث میشه فرایند روشن شدن و گرم شدن موتورا زودتر اتفاق بیفته. این سیستم باعث میشه که تو مواقع ضروری مثل حمله به فرودگاه یا زمانی که باید خیلی زود به یه جا حمله کنن هواپیما خیلی زود آماده پرواز بشه. همچنین برای مواردی که هواپیما برای مدت خیلی زیادی پرواز نکرده این روش خیلی مفیده. تو بخش ارتباطات B-52 علاوه بر ارتباطات برد بلند و ماهواره‌ای مجهز به سامانه لینک 16 هم هست که میتونه اطلاعات شناسایی و راداریش رو با بقیه واحدها و جنگنده ها به اشتراک بذاره. علاوه بر این با تکنولوژی CDL هم یک پارچه شده که میتونه حجم زیادی از اطلاعات رو با سرعت زیاد بین واحدهای زمینی و هوایی منتقل کنه. همه این چیزایی که تا الان گفتیم و آپدیت های انجام شده باعث شده که B-52 بتونه 32 تن مهمات از انواع مختلف رو حمل کنه. B-52 میتونه انواع بمب‌های سقوط آزاد مثل مارک 82 و مارک 84، بمب‌های خوشه‌ای و بمب‌های جیدم که بمب‌های هدایت شونده با GPS هستن رو حمل کنه. تو قسمت موشک‌ها قدرتمندترین سلاح B-52 موشک‌های کروز AGM 86 که این هواپیما میتونه 20 از اینا رو حمل کنه. علاوه بر اون از موشک‌های کروز دوربرد و پنهانکار جسم هم برای زدن اهداف ارزشمند و به شدت محافظت شده استفاده میکنه.
و همچنین میتونه موشک‌های ضد کشتی AGM-84 هارپون رو هم استفاده کنه. B-52 یکی از پلتفرم‌های هسته‌ای اصلی آمریکاست و میتونه بمب‌های هسته‌ای B-61 و B-83 رو حمل کنه. همچنین میتونه موشک‌های کروز هسته‌ای برای حمله هسته‌ای از فواصل دور رو هم استفاده کنه. این هواپیما سیستم تسلیحاتی پیشرفته کشتار دقیق داره که شامل راکت‌های لیزری برای زدن اهداف کوچک و دقیقه. یکی از اجزای مهم B-52 سیستم پرتاب چرخشی اونه. سیستم چرخان به شکل یه محفظه چرخانه که 8 تا بمب یا موشک روش نصب میشه و داخل بدنه بمب افکن قرار میگیره. این باعث میشه خدمه بتونن با توجه به نوع هدف تو سریع‌ترین زمان ممکن بهترین مهمات رو انتخاب کنند. B-52 با اینکه بیش از 70 سال از عمرش میگذره ولی به این زودیا قصد بازنشستگی نداره. آمریکا داره رو آپدیت جدید B-52 به اسم B-52J کار میکنه که این بمب افکن جدید قرار تا سال 2050 به خدمتش ادامه بده. B-52J قرار آپدیت های زیادی تو بخش های مختلف دریافت کنه، از مدرن کردن کابین و سیستم های ارتباطی تا رادار قوی APG-82. اما مهمترین بخش B-52J موتورهای جدید F-130 رولز رویسه. این موتورها نسبت به موتورهای TF-33 25% سوخت کمتری مصرف میکنند و در این حال هزینه تعمیر و نگهداری اونا هم کمتره. علاوه بر این موتور F-130 صدای کمتری هم داره. تو بخش مهمات هم قرار B-52J توانایی حمل موشکای هایپرسونیک داشته باشه که قدرت اونو بیش از پیش میکنه. نحوه عملکرد موشک‌های هایپرسونیک هم خیلی جالبه که میتونید تو این ویدیو ببینید.